آقا معادل درجه اول بودش آیکسه به علاوه ب مساوی صفر. خب این معادله درجه اول بودش. شما وقتی معادله درجه اول میخونید مثل 2x منهای 4 مساوی 0. اوکی؟ 2x‌تون مساوی 4ه، در نتیجه x‌تون مساوی چنده؟ x‌تون مساوی 2ه. این میشه معادله درجه اول با یه فرمت خیلی خیلی ساده. ولی اینجوری نیستش که حتما معادله درجه اولتون جواب داشته باشه. معمولا تو راهنمایی خیلی به اینجور چیزا رسیدگی نمی کنن. دومی موضوع رو داشته باشید. من دارم 2x به علاوه 5 مساوی 7x به علاوه 3 منهای 5x به علاوه 2. این معادله رو حل کنیم. خب میاریمش یه طرف، میگیم که 2x داریم منهای 7x داریم به علاوه 5x داریم، اینا رو یه طرف می‌نویسم. 3 داریم به علاوه 2 داریم منهای 5 داریم. درست؟ اگه همچین چیزی داشته باشم دقت کنید این وقت جوابش میشه 0، اون برم میشه 0. از اینجا تو قسمت اول بگیم جواب منحصر به فرد است، یعنی یه دونه جواب داریم. اما اینجا وقتی صفر مساوی صفره میگیم این شمار جواب. اینجا درست؟ قسمت بعد چی میگیم؟ ما شروع فصل چهارم بچه ها، اینقدر که بهش نیاز داریم. شروع فصل چهار. الان فعلا دارم راهنمایی رو براتون دوره میکنم جمع جون. تو قسمت بعدی من دارم 2x به علاوه 5 مساوی 7x به علاوه 3 منهای 5x. جمع تفریق ریز میزنم. 2x منهای 7x به علاوه 5x مساوی هستش با 3 منهای 5. این ور میشه 0، اون ور میشه منهای 2. دو تا با هم برابر نیستن. میگیم معادله جواب ندارم. پس آقایون یه بار درس راهنمایی رو بگم، یعنی من دارم الان راجع به دبیرستان یک صحبت میکنم. وقتی معادله درجه اول آیکس به علاوه ب مساوی صفر داریم، وقتی همچین چیزی داریم، موضوع مهم اینه که یا الف یک جواب داری، این معادله رو مساوی صفر قرار بدی، جواب اون اینه دیگه، این معادله این شمار جواب داری؟ این نقطه مساوی با جواب نداری. برای معادلات درجه دو هم همین داستان رو داری. درست شد؟ این شد صفحه اول. هر کدوم مشکل داشتیم برمیگردیم عقب به یه جهت درسی رسیدیم بگین و در خدمت رو هستم. امروز چندان بچه یکی موزی تایپ کنه ببینم. دومه امرد دو مرسی. آقا ما رفتیم مادل درجه دوم آیکس دوه به علاوه بی ایکس به علاوه سی مساوی صفر. در حالت اول چون درجه دو است منتظر دو جواب هستیم. شاید بعضی سوال کنن آقا ببخشیم درجه دو یعنی چی؟ اشکال نداره، درجه دو یعنی توان دو داره. درسته، هیچ مسئله این از صفرش هم بپرسی در خدمتون هست. امکان داره چون درجه دو منتظر دو جواب هستیم، امکان دارن بعد از حل فقط یک جواب بدهد و در حالت بعدی شاید
اصلا جواب شاید اصلا جواب نداشته باشه. درست شد؟ بسایی میکنم بچه صدا خودم هست. حالا میخوام بهتون یاد بدم چجوری حل کنیم. معادلات درجه دوم به روش های زیر حل میشه. یک، تجزیه کردن که استادیم مخصوصا اونهای که شاگردان منم تو دبیرستان یکشون یاد دادم به بقیه هم یاد میدم اون چشم. دو، روش ریشه زوجگیری. سه، روش مربع کامل کردن. چهار، روش کلی که ما بهش میگیم دلتا یا بعضی موقع هم با دلتا پیریم براتون حل میکنم. پنج، روش جناب خوارزمیه. بود سال قبل یکی بره شنا کنه و حال اشغال کنه و نشسته روش اختارتون برام. شیش، روش آزمون و خطا. هفت، روش های دیگر. یعنی ما هدف اون اینه. آها، من اینم به قبل از روش های دیگر روشه رسمه نمودارم براتون بگم. هشت، روش های دیگر. آقایون اگر کنجکاو هستی راجع به روش‌هایی که ما راجع به صحبت نمی‌کنیم باید خودتون مطالعه بفرمایید. من برای شما تجزیه کردن میگم انشاءالله. روش ریشه زوجگیری رو میگم. سعی می‌کنم مثال‌های متعددی بزنم براتون. روش مربع کامل براتون میگم انشاءالله امیدوار باشه. روش کلی یا دلتا رو براتون میگم و اگر برسیم توی کتاب بیساری روش رسم نمودار براتون میگم. این قسمت اول درسه. چون میخوام روش رسم نمودار رو بگم، رسم سهمی هم خدمتتون عرض میکنم. خب دوستان در این کشتن ترکیم هم میرم درست میشونم تقریبا درست. خب تا اینجا که درسی نداریم، فعلا داریم تشریح میکنیم که میخوام که این 3-4 ساعت چجوری در خدمت شما باشه. خود بولسنجه هم به اون اپسیلون رو نشونده، یه واسه مقرداری با دست بود، یه بولسنجه رو دو سرش ببندی بولسنجه میزنی این بایی مانند یه در بخشی مانند چون دو دهه روش اول استفاده از تجزیه کردن برای حل معادلات بچه ها. من اینو که حل میکنم به نظر که میاد 100 سال این روش رو بلدی. ببینیم چجوری. یک، حضور اولتون ارز کنم که من شما ارز کنم معادله دارم x2 منهای 4 مساوی 0. خیلی راحت بچه بیایم میگیم این اتحاد جمله مشترکه، اتحاد مزدوجه.
تو جمله مشترکه من مزدوج مزدوج نوع اول دوم اینو جمله مشترک بازش میکنم به دوتا x من های دو مساوی صفر در نتیجه x مساوی دو تموم شد و x به علاوه دو مساوی صفر در نتیجه x مساوی منفی بچه دو تا ریشت قبلا هم بلد بودیم مساوی صفر قرار دادم جواب دارم یه دونه دیگه براتون حل کنم x2 منهای 4x مساوی صفر از x فاکتور میگیریم x منهای 4 مساوی صفر بچه دارم روش تجزیه رو دونه دونه میگم یه بار x مساوی صفر یه جواب یه بار x منهای 4 تو مساوی صفر از x مساوی 4 دو تا جواب سومی داستان اگه من داشته باشم x2 منهای 5x به علاوه 6 مساوی 0 میام دوتا پرانتز میزنم خیلی خوشگل x منهای 0 در x منهای 2 مساوی 0 دوتا عدد که بچه ها ضربش بشه 6 جمعش بشه 5 جمله مشترک میبینید اگر درس رقوبت نگرفته باشه اینجا یعنی اول اسهال خونیه x منهای 3 مساوی 0 در نتیجه x مساوی 3 و اگه درس قبل رو یاد گرفته باشید اینجا الان داریم چرت میزنیم مطلب براتون کسل کننده است چون تجزیه میکنیم مساوی 0 قرار میدیم بچه های عزیز هر کدوم از هر جوابی رو داخل معادله قرار بدهیم آن را صفر می کنن یادتون باشه خب خوشگلترش کنم براتون دارم 4x2 منهای 20x به علاوه 21 مساوی صفر خاطر شریفتون هست گفتم این 2x به توان 2 منهای 10 تا 2x به علاوه 21 مساوی صفر جمله مشترک گفتم اسمش چی بذاریم؟ چشمی یعنی چشم شما باید حتما 2x رو داخل این و داخل این ببینن تا اینجا درسته دو تا پرانتز براتون میذارم 2x اینم میذارم 2x مساوی صفر 7 میذارم و 3 میذارم منفی منفی پس من دارم 2x منهای 3 مساوی 3 در نتیجه 2x مساوی 3 و در نتیجه x مساوی 3 دوم یه دونه جواب بچه و دومیش 2x منهای 7 مساوی 3 در نتیجه 2x مساوی 7 در نتیجه x مساوی 7 دوم این هم شد یه جواب دیگه هفت دوم پس بچه های عزیز معادله درجه دوم سرمون بسم استاد معادله درجه دوم برای شما به روش تجزیه کردن فعلا با متدای زیر گفتم یک مزدوج دو فاکتورگیری سه جمله مشترک چهار روش چشمی جمله مشترک اوکی ادامه میدم بحث براتون ما رفتیم تخته چندم تخته سوم امروز پیش بینی میبینه که 32 تا تخته انشاءالله بهتون توی 4 ساعت آینده درس میدم خب خودتون آماده کنید دیگه دو روز پشت سرم میخوریم میخوابیم دولت باید تا این داستانا رو هم ببینه نه باید نصف شب اعلام کنه مدرسه تعطیله باید سر به زنگا بگن کلید این هم باید بسازه دولت شد خب آقایون بریم سراغ موضوع بعدی یه بار دیگه مرور کنیم من معادله درجه دو رو دارم با استفاده از تجزیه کردن خدمتون آموزش میدم اولین روش ما 8-9 تا روش داریم تو این روش دارم دونه دونه بهتون یاد میدم اگه از هر کدومش چی اومد چی کار باید انجام بدیم اما تخته چهارم مثال پنج اومدیم و بود 7x2 منهای 5x منهای 2 مساوی 3 قطعا اینو باید روش روسی حل کنید بچه ها
یا باید روش ای کتاب حل کنم. من روسی هستم. هفت ضرب در دو میشه چند بچه ها؟ هفت دوتا میشه چهارده. اول گفتم هفت رو ضرب کنید تو عدد آخریه، یعنی تو دو. دو تا پرانتز برش بکشید، یه مساوی صفر بذارید و قطعا این باید تقسیم برای چند بشه؟ قطعا باید تقسیم برای عددی بشه که شما چکار کردید آیون؟ شما در یه ضرب کنید تقسیم برای هفت بشه. یه هفت ایکس اینجا بذارید، یه هفت ایکس اینجا. چارده یعنی هفت دو دو، این منها، این مثبت. یه هفت برای تو اینا در بیاد، را نداره. اولی که نداره بده هفت ایکس به علاوه یه دوه. دومی یه هفت در بیارم میشه ایکس منهای چند بچه ها؟ ایکس منهای یک تقسیم برای اینم تقسیم بره. اگر اینجا اشکال داشته باشید بچه ها، یعنی در تجزیه اشکال داره، ربطی به معادلتون نداره. خب شما رسیدی به این نقطه که دو تا آیتم دارید. یه بار ایکس من های یک تو مساوی صفره، پس ایکس تون یکه، یه ریشه. و در دومین داستان هفت ایکس به علاوه دو مساوی صفره، که هفت ایکس مساوی منفی دو، ایکس مساوی منفی دو، هفتم. مهندس، کلن 29 نفر سر کلاس هم، درسته؟ آنلاین رو بشه کلاس رو نگاه کنه، داستان میشه. بله. خب آقا ادامه میدیم. پس من 5 تا مسئله با 5 تا روش خدمت بزرگواران عزیز عرض کردم، درست شد؟ ما دونه دونه اینا رو با استفاده از روش هایی رفتیم که به شما تجزیه کردنش رو یاد دادیم. برگردم صفحه قبل، بهتون یاد دادم یک، به کمک مزدوج، دو، فاکتور گیری، سه، جمله مشترک، چهار، جمله مشترک چشمی، پنج، روش روسی برید، شیش رو نگاه کنیم بچه ها. الان من دارم ایکس دو به علاوه شیش ایکسه به علاوه نه مساوی سه. یه نفر تیزه میگه آقا به جایی که من جمله مشترک برم، اگه اجازه بدین اینو دیدم اتحاد نوع اوله. میگم احسن، پس این اتحاد نوع چیه بچه ها؟ نوع اوله. باریکلا. توان دوش ارزشی نداره. بگین چرا؟ چون این ور صفره. صفر وقتی بود از دو طرف چی بگیریم بچه ها؟ جذب بگیریم. اصلا این خیالش نیست. مثلا ایکس به علاوه سه مساوی صفر، ایکس مساوی منفی سه. پس اینم شو میگینه استاد. میگم جان استاد، یه استاد بذار دستتو ببوسم. میگم آقا نمیخواد. میگم آقا چرا یه جواب داری؟ میگم آفرین. گفتم معادله درجه دوم در بعضی شرایط همیشه منتظر دو جوابیم، ولی بعضی ما یه جواب، بعضی ما اصلا جواب نداره، اصلا نمیشه، در نمیاد. خب تو همین مثال ششم، مثال هفتم با نوع دوم بزنم. تقریبا من دیگه تشو در آوردم، از هر کدوم یه مثال براتون حل کردم. x2 منهای 4 x3 به علاوه 4 مساوی 0. این همون x منهای 2 که توان دو مساوی 0 خودمونه. توان دو رو بدین بازی بره بیرون، پس x منهای 2 مساوی 0، در نتیجه x مساوی چند بچه ها؟ 2. اینم اتحاد نوع دوم براتون حل کردم. اوکی؟ خب من حالت اول، یعنی حل کردن یه مسئله رو به کمک تجزیه کردن با هفت تا مدل مختلف که اگه به شما سوال بدن بهتون یاد دادن، درسته؟ در جاو چه؟ ولی بعضا مسائل ترکیبیه. یادتون باشه به عنوان نکته بنویسی. نکته همیشه در طرح سوالات طراحان سعی میکنن با یک تیر چند نشان را بزنن. چون جریانی که از مقابل بود میکنم،
یعنی از ترکیب چند روش استفاده میکنن. انشاءالله اگه فرصتون اجازه بده میپردازیم به روش هایی که برای گیر انداختن و ترکوندن شما استفاده میکنن. منتها الان اولویت با درسی که خدمتتون هست. آقایون عزیز، پسر گلم، این تخته شماره 4. پس ما تو مدت زمانی که کلاس رو شروع کردیم تا الان 4 تا تخته رفتیم. گفتم انشاءالله 31-32 تا تخته برآورد من اینه که امروز در خدمتتون باشم، روتون آماده بفرمایید. اما این روش تموم شد. بریم سراغ من ببینم تیکس رو چی زدم. زدم روش اول استفاده. بریم سراغ روش دوم. استفاده از ریشه زوجگیری. آقایون اگه رستوران های درست حسابی تشریف ببریم که تو اتوبان ارتشی یا دونشتی طبق بالای مشترکی که نمیخوام اسمشو بگم هست، سوای منوی که جلو شما میذارن میگن جلو جواب کوبیده استوردانی گشتر رو نمیدونم غذا دریایی این کوفت زرمان میفسترگان و فلان داریم، یه پیشنهاد سراشپز هم هست. سراشپز با توجه به مواد میگه، من اینو دارم میگم چون پدرم سراشپز هتل هماس. سراشپز با توجه به موادی که خودشون روز میو تهیه میکنه و مالمون فصله و آماده است به بازار هستش، یه غذای خوبی درست میکنه. امکان داره پیشنهاد سراشپز امروز مثلا آیه قزلاله باشه. چرا این پیشنهاد رو میده؟ چون امکان داره مثلا یه کسی اومده باشه هتل و یه سری ماهی قزلالای خوب از جنوب یا از شمال آورده باشه، نمیدونم پرورشی نباشه، یا ماهی سفید. این غذا از خوشمزه‌ای که سراشپز پیشنهاد میکنه تو غذایی که تو منو هست همیشه این غذا به روزه و امروز این غذا موادش تازه داره، بقیه چیزاست یا زمان خوردنشه متناسب با فصل یا هر چیز. من بعد از اینکه 4-5 درسو گفتم پیشنهاد خودم رو من سراشپز بهتون میدم که چیکار کنید که بتونید معادله درست رو در سریع ترین حالت حل کنید. به هیچ عنوان من علاقه ندارم چه حالتی سخت تر بدید. البته تو امتحان 3 تا سوال بهتون دادم، گفتم از چه روشهایی حل کنید، مجبورتون کردم. ولی بعد از اینکه این امتحان تمام شه تا قیامت که خواستید معادله رو حل کنید به پیشنهاد من گوش بدید. یعنی بهتون میگم یا اینو بری یا اینو، دیگه هیچ روشی دیگه نری، اصلا دور بندازین. ولی بعدا میگم اما استفاده از روش ریشه زوجگیری. نگاه کنید اینجا رو. اون بار من این سوال رو براتون به روش مزدوج حل کردم. ریشه زوجگیری میگه داداش خودتو خسته نکن. x مساوی مثبت و منفی 2. خدافظ شما. وقتی جذر میگیریم جذر x2 میشه x، اما جذر 4 میشه مثبت منفی 2. چون ما نمیدونیم منفی 2 به تمام رسید در 4 کم شده شده 0 یا مثبت. دومیشو نگاه کنم. من دارم x منهای 1 به توان 2 به علاوه خصفایی میکنم منهای 9 مساوی 0. این روش اینجوریه. پرانتز و توان 2 رو یک طرف قرار بدیم، عدد رو بفرستیم برای اون. همین بچه ها بسیار روش گلابی و ساده ایه. حالا بیاییم بگیم آقا من وقتی جذر میگیرم دو تا جواب دارم. من وقتی جذر میگیرم یه جواب دارم x من های بزنیم پرانتزشم بردارم، اصلا ضرورتی ندارم. من الان جذر گرفتم x من های 1 مساوی مثبت و منفی 3. میگم خب یه بار x من های 1 رو مساوی 3 میذارم، در نتیجه x مساوی 3 و علاوه 1 x مساوی 4. یه بار دیگه هم x منهای 1 رو مساوی منهای 3 میذارم، در نتیجه x مساوی منهای 3 به علاوه 1 x مساوی منفی 2. پسرهای گلم، آیا همیشه این روش جواب است؟ نمیدونم، اینجا رو نگاه کنید. تو اینا که حل کردم که هر کدومش دو تا جواب داشت. اگه x منهای 1 به توان 2 مساوی 0 باشه چطور؟ صفر که مثبت منفی نداره، پس وقتی جذر میگیرم x منهای 1 مساوی 0، پس x مساوی 1. یه دونه جواب دار. عزیزان من، دوستان من، پسر گلم، باشو فهمیده،
دقت کن به نکاتی که میگم. x منهای 1 به توان 2 به علاوه 5 مساوی 5 چرا؟ به علاوه 4 مساوی 0. آقا میگی کاری نداره، چشام رو میبندیم مسئله رو حل میکنیم، کثافت میزنیم به برگمون. این مساوی منهای 4 این جذر دارد اما منفی 4 جذر نداره. آفرین. پس بچه های عزیز این نکته که با قرمز براتون می نویسم مهمه، یا دو جواب دارین یا یک جواب دارین یا جواب ندارین. این بستگی به استایل مسئلتون داره، بستگی به عددی داره که اینجاست. منهای 9 رو ببریم و میشه مثبت 9 جواب دارد. اینجا صفر یه دونه ریشه داره، یعنی جذرگی یه دونه است، ریشه بعدا متوجه میشه بهش میاد ریشه مکرر. اما اینجا 4 میره این ور میشه منهای 4 جذر نداره. پس استفاده از روش ریشه زوجگیری سه مدل اتفاق براش میفته. مدل اول دو تا جواب، مدل دوم یه جواب و مدل چهارم اصلا مدل سوم اصلا جواب نداره که من در 4 تا مثال براتون بیان کردم. خب از اونجایی که با اجازهتون من میخوام برم اون ور کانال، یه مثالی میزنم که یه ذره متفاوت باشه با داستان. میگه با ریشه زوجگیری حل کنید، ولی اینجوری به شما میده. میگه x2 به علاوه 6x، خدمت شما عرض کنم که به علاوه 5 مساوی 0. میگه آقا من اینو چجوری ریشه زوجگیری حل کنم؟ میگم خیلی راحت، خوب گوش بدید. x2 به علاوه 6x رو نگه دارید، 5 تونو ببرید. بچه ها این شیشه رو نصفش بکنید، نصفش میشه چند؟ احسن، 3. 3 رو به توان 2 برسونید میشه چند؟ 9. یعنی شما دارید x2 به علاوه 6x یه دونه 9 به این ور مسئلتون اضافه کنید، باریکلا یه دونه 9 هم به اون ور مسئله. اتفاق نمیفته که مساوی یعنی چی؟ معادله یعنی عدل، یعنی بینشون عدالت هست. یه 9 به این ور یه 9 به اون ور، اینو جمعش کنیم میشه x به علاوه 3 به توان 2 مساوی چند؟ 4. متوجه داستان شدیم؟ پس نتیجه میگیرم که x به علاوه 3 مساوی مثبت و منفی 2، یعنی من دو تا جواب دارم. یه بار x به علاوه 3 من مساوی 2، x هم میشه منفی 1، و یه بار دیگه x به علاوه 3 مساوی منفی 2، x هم مساوی منفی 5. پس بچه های عزیز یا مثل آدم خودش توان دو پرانتز رو داده، مثل 4 تا مثال اول، اگه نداده بود باید بیان یه پکیج خودتون درست کنید. مثبت 5 رو میفرسید اون ور میشه منهای 5، میان ضریب وسطی یعنی 6 رو نصفش میکنید، نصفش میشه چند بچه ها؟ آفرین، 3. 3 رو به توان 2 میرسونید میشه 9. 9 رو چیکار میکنید؟ به دو طرف اضافه میکنی، یه دونه به این ور اضافه میکنی یه دونه به اون ور اضافه میکنی. اوکی؟ بعد جمعش میکنیم و ریشه زوجگیری میگیریم. خیلی طول بعد کردم براتون، حالش رو ببرید. این شد تخته شماره چند؟ تخته شماره 5. خدمت گلتون عرض کنم که بچه های عزیز تاریخ هم که 2/10/99 که عمر ما همینجوری داره میگذره. اما بریم سراغ روش سوم. تا اینجا اگه قبول کنید روش فاکتورگیری و روش تجزیه کردن در واقع یه قسمتش خیلی خوب و روونه، یه قسمتش هم واقعا آشغال و درد نمی‌خوره. روش ریشه زوجگیری هم تو اون دو سه تا مورد اولش خوبه، این مورد آخری رو نرید ریشه زوجگیری به ضررتونه. متوجه پیشتر و سرشکست میشی؟ یعنی منظورم اینه که تای بازی بهتون میگم چه کاری رو انجام بدی بهتره، چه کاری انجام ندی بهتره، و امیدوارم که با حوصله با موضوع برخورد کنید. این از همه چیز مهمتر است. خدمت گلتون عرض کنم روش سوم استفاده از مربع کامل کردنه. آقا عجیب، معلمای حسابان 1 حسابان 2 علاقه دارم به این که شما سوالات حد و پیوستگیتون رو با این روش حل کنید. اینو از من یاد بگیرید. تو امتحانم یه دونه سوال دادم نوشتم با روش مربع کامل کردن حل کنید، اما هیچ وقت استفاده نکنید چون سخته.
سری که درد نمی کنه رو دستمال نمی بندن. فقط یاد بگیریم به کارتون میاد. خب مثال بریم، ما داریم چی؟ داریم x2 به علاوه 6x به علاوه 5 مساوی 0. میخوام روش مربع کامل کردم. تو تخته قبلی یه نمه بهتون یاد دادم که چی کار کنیم، ولی خیلی مهمه چیزی که الان میگم. x2 به علاوه 6x مساویه عددی که اینجا بود رو بفرستیم بره اون بر. بیاییم ضریب وسطی رو نصف کنیم بچه ها، میشه 3. به توان 2 برسونیم میشه چند بچه ها؟ 9. احسن. حالا بخونیم برام. x2 به علاوه 6x یه 9 به این بر اضافه کنید، یه 9 به اون بر اضافه کنید. پس من دارم x2 به علاوه 6x به علاوه 9 مساویه 4. حالا ادامه بازی چون دارین از این سیستم استفاده میکنین، این میشه x به علاوه 3 به توان 2 مساویه 4. بقیهش رو روش ریشه زوجی میریم، اونجا هم بهتون یاد دادم. میشه x به علاوه 3 مساویه مثبت و منفی 2. پس سعی کردم با یه ترفندی دو بار به شما مربع کامل یاد بدم، یه بار مثبت، یه بار منهای 2، که ریشم اینجا میشه منهای 1 رو ببرم و ریشم اینجا میشه منفی 5. بله که مثال دیگر میکنم، چرا که نه. x2 به علاوه 4x به علاوه 3 مساوی 0. بریم ببینیم جواب داریم. حالا x2 به علاوه 4x رو دارم، مثبت 3 میره این ور میشه منفی 3. عزیزم میکروفون تو باز نکن بسرم. 4 و 5 یه بار نیست. آقا سرمیلی دیگه باید واسی تای بازی دو داشت. الان صفحه 6 رو میگیم، باید صرف کنیم تا برگردم آقا. فعلا درس یاد بگیم. رو چشم. آقا بیاین 4 رو نصف کنید. بشه 2. به توان 2 برسونید. بشه 4. 4 رو باید به دو طرف مسئلتون اضافه کنید. x2 به علاوه 4x به علاوه 4 مساوی 4 منهای 3. 4 و 5 من دوباره دارم رو همینو برات میگم عزیزم. گوش بده 1 و 2 نیا کن. من ورق بزنم عین همینو میبینی تو مثال 5 اونور. عین اصلا خودشه. مخصوصا همونجا توضیح دادم همینجا. یه چیز مشترک بین جفتشون. میشه x به علاوه 2 اتحاد نوع اوله. بچه یادتون باشه اینجا اتحاد نوع اول میزنیم. اتحاد نوع اول. اینجا هم اتحاد نوع اول. اینا با هم مخلوط شدن. اینم مساوی 1. جذر بگیرم x به علاوه 2 مساوی مثبت و منفی 1. جذر 1 دوتا جواب دارم. x به علاوه 2 مساوی 1. پس نتیجه میگیرم x مساوی منفی 1. و x به علاوه 2 مساوی منفی 1. یعنی x مساوی منفی چند بچه ها؟ منفی 3. خب مثلا تموم نشده. این تخته شماره 6 هستش آقایون عزیز. الان بازم براتون مثال میزنم. 2/10/99. حضور همهتون عرض کنم، آیا سوال، آیا آقا همیشه این روند همچی اتفاق میفته؟ یعنی مثلا من x2 منهای 5x به علاوه 6 مساوی 0 رو باید چجوری حل کنم؟ این کرم کاره. معلم ها یه چیزی میدن که وسطی نصف نشه در ظاهر ها. بیاین آقا 6 رو ببریم اون بر، ما باش کاری نداریم. میگیم x2 منهای 5x مساوی منفی 6. آقا نصف 5 چی میشه؟ آفرین 5 دوم. سوال آقا میگیم مگه منفی نه؟ میگم کاری به اون ندارم، چون به توان دو میرسه اصلا ارزشی نداره. شما دوست داری منفیش هم بیاریم پایین. بعد بیاییم به توان دو برسونیم. به توان دو برسونم میشه 25/4. یعنی من به دو طرف بازیم یه 25/4 اضافه میکنم، یه 25/4 به این ور میدم، یه 25/4 به اون ور میدم. آقا این میشه x منهای 5/2 به توان دو. اتحاد نوع چندم زدم بچه ها؟ نوع دوم. احسن احسن. اون برم مخرج مشترک 4 بهش میدم، 25 منهای 24. پس این برم داستانم x منهای 5/2 به توان 2 مساوی 1/4. عدد سر بریم به قول بچه کوچیکا. مثبت 6 شد دادم اون برم شد منهای 6. درسته؟ و
بعد اومدم ضریب وسطی رو نصف کردم، به توان دو رسوندم، یه دونه به این ور اضافه کردم، یه دونه به اون ور. این ور اتحاد نوع دوم زدم، اینجا هم مخرج چی زدم بچه ها؟ مشترک زدم، درسته؟ بعد حالا جزم میگیرم، میگم ایکس منهای پنج دوم مساوی مثبت و منفی یک دوم، یعنی دو تا جواب دارم. یه بار ایکس منهای پنج دوم مساوی یک دوم، یعنی x مساوی 1 دوم به علاوه 5 دوم، یعنی x مساوی 6 دوم مساوی چند؟ مساوی 3. و یک بار دیگه هم x منهای 5 دوم مساوی منهای 1 دوم، یعنی x مساوی منهای 1 دوم به علاوه 5 دوم مساوی 4 دوم مساوی 2. آقای اون وقتی من میتونم اینو با جمله مشترک رو تخته اول مثل آب خوردن انجام بدم، کلام مگه خرباز گرفته بیام یه صفحه تمرین بنویسم؟ نه، پس هیچ وقت حل نکنید. اما تو امتحان یه دونه عین همین دادم که حل کنید، یاد بگیرید، یه بار یاد بگیرید تا آخر عمرتون، دیگه شاید نیاز نداشته باشید. آقا تموم شد؟ نه خیر، دیگه جا ندارم، باید برم تخته بعدی. این تخته شماره چند آقایون؟ تخته شماره 7. مشکل نشد حالا کردم. این تخته شماره 7/10/99. یه مثال دیگه بزنم که یه ذره عجیب غریب تر باشه. فرض بفرمایید الهی به امید تو یه مسئله به من بده داداش، ببینم چه کاره این. میگه 2x2 منهای 3x به علاوه 1 مساوی 0. ما الان تو بحث مربع کاملیم، روش سومیم. برای من اینه نه روش روسی حل کنیم، خدا عقلا میرسه، فعلا دارم به توی یاد میدم. آقا این دوه رو باید فاکتور بگیری بندازیم دور، میشه x2 منهای 3/2x به علاوه 1/2 مساوی 0. چون اون بر 0 بدین بازی مافیا برو بیرون. حالا من x2 منهای 3/2x رو می نویسم، مثبت 1/2 می رو اونور میشه منهای 1/2. دوباره همون مرا. پس اگر ضریب داشتید، اگر ضریب داشت از تمام جملات فاکتور بگیرید و دور بیاندازید، چون اونور 0ه. حالا بقیهش اینه قبله، فرقی نمی کنه. آقا اینو بیاین نصفش کنید، بله 3/4. آفرین به اونایی که کلاس دوم دبیرستان هم نصف کردن 3/2 غلط نیستن. بعد به توان 2 برسونید، باری که الان میشه 9/16 هم احسن. از اول بریم x2 منهای 3/2x گم شده همون چیه؟ 9/16 همه. یه دونه به این ور بازی اضافه کنید، یه دونه به اون ور بازی اضافه کنید. آقا من میتونم اینو به روش دیگه حل کنم؟ بله همیشه این کارو بکن، ولی تو امتحان یه دونه دادم با این روش، نمیدونم دیگه به چه زبونی اسپرانتو بگم چی بگم براتون، یه دونه دادم از این ایکس منهای 3/4 جذرش، یعنی من اینجا اتحاد نوع چندم زدم؟ دوم زدم. به توان دو یه مخرج مشترک مشتی اونور بزنید، میشه 9 منهای 2 برابر میشه 8. پس بچه‌های عزیز x منهای 3/4 به توان 2 مساوی چنده؟ احسن، 1/16. درود بر شما. آقا چیکار کنیم؟ ادامه‌ش از ریشه زوجگیری بریم. x منهای 3/4 مساوی مثبت و منفی 1/4. چند تا جواب داریم؟ قطعاً دو تا. x منهای 3/4 مساوی 1/4. پس نتیجه میگیرم x مساوی 1/4 به علاوه 3/4 مساوی 4/4 مساوی 1. یه جواب و یه ریشه. بچه به جواب ریشه هم میگن، x منهای 3/4. چرا ریشه میگن؟ چون وقتی اینا رو حل کنید ریش در میاری، یعنی پیرمرد میشین دیگه، یعنی با سابقه میشین. x منهای 1/4 به علاوه 3/4 مساوی چند؟ مساوی 2/4 مساوی 1/2. اینجا چی نوشتید؟ ببینم محسن با فلسی ماج محسن. آقا چرا دو دور انداختی؟ دو اومد
بر صفر دیگه شمیر جون اون بر چون صفره دو رو صفر رو تقسیم بر دو کردم پشمک شد رفت کردم. پس نتیجه میگیریم که در روش سوم ما چهار تا مدل و چهار فرمت این مسئله رو براتون حل کردم. برگردم تخته 7 و برگردم تخته 6 لطفا ملاحظه بفرمایید. من دارم استفاده از مربع کامل رو برای حل معادله درجه 2 میگم. درسته؟ دو تا مثال اولی که پشمکی بود در سطح کتابه، مثال بعدی ذریع وسطی بود نصف کردم که گفتم چه معنی معلم هست اینو میدم و بعدیش هم که گفتم اگه زرین داشت خواستم بتابونن یه دوی سه یه چیزی فاکتور بگیریم بقیهش عین معمولیه. درسته؟ خب هنوز میدونم که داغ نکردین و دارین پا به پای من میان و تو خونه قر میزنیم میگی یا اولفه از اینا خیلی سخته پدر مادرم الان به فکر فیلم های کمک آموزشی شرکت ایران رادیاتور و پسران حاج حسین سوهانی هست و میخوام بچه هاشون رو نجات بدن. بهترین روش هم گرفتن معلم خصوصی در این شرایطی که یه پول علکی ازتون بگیرن هیچی هم بهتون درس نمیدن خیالتون راحت باشه چون میگن که حالا اگه نتونست حل کنم سوالا رو بفرستیم و کمکش کنیم. اینجا کمیسر زیایی نشسته و با افکتایی که به امتحان میده اون وقت شما رو دچار ارتعاش میکنه. حواستون جمع باشه اینجا برای امتحاناتتون یه سیستم های خیلی قوی در نظر گرفتن. بله خب بچه های عزیز رفتیم روش چندم روش چهارم. خیلی از علما اون ستا روش رو اصلا درس نمیدن میگم با یه دانش آموز اگه شعور داشته باشه که داره بعد این ستا روش رو خودش از قبل بلد باشه. کی میکروفونش رو باز کرد؟ عزیزان من What is the buzz is microphone؟ آقا میکروفون رو چه باز کرد؟ آقا نوکرم یا شیف کودکی آمده است میکروفون خود را باز کرده است بیا من را یاری بده و دسترسی آنها را قطع کنم. آقای سلطان زیایی بزرگا کلن همه دسترسی را باید آه آه حیاتی بکنیم آقای میکروفون ها رو هر ببندن نه یه چه که احتمالا افتاده روی لپتاپ خوابش برده آب دهن شیفته رو میکروفون یعنی میکروفون رو داده رو هوا. خب آقای ادامتن بسته شرکی بود دورفک ببند اونو. آقا روش چهارم که علما خیلی اتفاق نظر دارن به این داستان چیه؟ اینه که میفرماین که آقا بیاییم با روش کلی حل کنیم. یعنی بچه ها اون سه تا روش رو ده تا روش بعدی رو اگه یاد نگیریم فدای سرتون این روش رو یاد بگیریم چون همه شو میشه با این حل کرد و از این به بعد اکثر بچه ها چون تنبل تشریف دارن خب و علاقه به بعضی از میوه های ریز دارن که پای هر سفره هر سینم هستش و کمک میکنه که آدم درس ریاضی بهتر یاد بگیره اینا چیکار میکنه؟ اینا فقط همین روش یاد میگیرن هیچ ایرادی نداره. بایستیم تا پیشنهاد سراشپز رو بهتون بگم. روش کلی یا روش دلتا چیه؟ میگه آقا ای آی ایکس دو به علاوه بی ایکس به علاوه سی مساوی صفر. شما سه تا ضریب داری ای و بی و سی. الکسان فلمی کاشف الکل با ابوریحان درونی کاشف ابو علی سینا نشستن این مسئله رو به صورت کلی حل کردن و از حل کردن این مسئله در حالت مربع کامل به این نتیجه رسیدن. گفتن این معادله دو تا ریشه داره چجوری؟ x1 و x2. چون کتاب نخواسته من نمیگم چون اگه بگم وقت کل کلاس به هم میریزه این دوباره توضیح بده منم میگم این به دردتون نمیخوره داستان میشه بعد شما شکایت میکنید زنگ مدرسه این حرفا. برای همین اگه فرصت تش به عنوان کادر اضافه براتون میگم که چجوری الکساندر گرامل عافیت بشستان به این نتایج رسید و به این فرمولا اومدن گفتن اگه من اینو کلی حل کنم جوابش میشه منهای به مثبت منفی رادیکال
B2 منهای 4 آس. بگید بگم فرمول برگریزان تقسیم بر 2 آ. شما میتونید مسئله رو اینجوری حل کنید. بعد که توماس آلوا ادیسون و ابوریحان داخلی با هم نشستن اینو حل کردن، گفتن آقا این برای بچه مردم سخته. گفت آقا بیا یه کاری کنیم، دو مرحلهش کنیم. یکی بگیم اینی که این زیره اسمش دلتا، دلتا B2 منهای 4 آس. لطفا تکرار کنیم، دلتا B2 منهای 4 آس، دلتا B2 منهای 4 آس، دلتا B2 منهای 4 آس. بعد فرمول اینجوری بنویسیم. پشت کلاسیونش کردن، گفتم منهای به مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2. اینایی که گفتم همش دریاریه، اینو دقت کنید. مثال شماره 1 میفرماید x2 منهای 5x به علاوه 6 مساوی 0. اول کار به من بگید a یعنی ضریب x2 چنده؟ 1. b چنده؟ احسن، منهای 5. c چنده؟ 6. دلتا چیه؟ دلتا هست b2 منهای 4 آسه. b2 یعنی منفی 5 به تبع 25، منهای 4 برابر 1 ضرب در 6 میشه 25 منهای 24 مساوی چند؟ 1. پس اول دلتا رو به دست بیاریم، بعد بیاییم بگیم آقا x1 و x2 مساوی منهای به مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2. بچه ها بهتون چند اون بالا؟ بله منهای 5. مثبت منفی رادیکال 1 تقسیم بر 2. 2 یعنی 2 1. پس میشه 5 به علاوه منهای 1/2، یعنی میشه 5 به علاوه 1/2 یعنی 6/2 یعنی 3. و در قسمت دوم 5 منهای 1/2 یعنی 4/2 یعنی 2. آقایون پسر گلم عزیزان من باشون فهمیده. آقا مگه دیوانه این بیاریم بری روش حل کنیم وقتی با جمله مشترک میتونیم 30 ثانیه حلش کنیم؟ ولی باید یاد بگیریم چون یه دونه تو امتحان بهتون دادم. متوجه شدی؟ یا اول فصل از اتفاقای بعدی که امکان داره بیفته اینه که شما چای بریزیم رو میز بذاریم باشه و حواستون نباشه. هیجان، هیجانات درونی ما جووناست، ما پیرمرده اینجور چیزا نداریم، باعث میشه که چای فواره میزنه روی میز. ادامه میدیم. خدمت شما عرض کنم که یه دونه دیگه از اینا حل کنم رو چشمم. درسته شما نمی‌نویسید ولی من خودم میتونم حدس بزنم. آقا شیخ میفرماید 2x2 منهای 3x به علاوه 1 مساوی 0 با روش دلتا. آ مساوی 2، ب مساوی منهای 3 و C مساوی 1. آقا دلتا چی بود؟ همه تکرار کنن، همه با هم. B2 منهای 4 آسه. احسن. بریم آقا دلتا چی میشه؟ B2 یعنی از این که لحظاتی در خدمت شما دوستان بزرگوار نبودم، معذرت میخوام، اینجا داشتم یه نکته علمی میگفتم. 4 ضرب داره A هست 2، C هم هست 1، درسته؟ پس منهای 3 به توان 2 آقا میشه 9، 4 دوتا میشه 8 تا شد 1. به چی در اومد؟ چند تا ریشه داریم؟ ما منتظر 2 تا هستیم، ولی امکان داریم که نجه داشته باشه 2 تا در نیاد، یکی در بیاد یا اصلا در نیاد. آفرین، این فیلم ها رو بزنیم تو تلگرام بزنیم من معروف شم. منهای به مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2. منهای به یعنی همین جوری برمی داشتم منهای به میشه منهای 3. بعدم در ضمن بلند می خواهد این بچه ها می گفتن چی شده. تقسیم بر رادیکال دلتا 1 تقسیم بر 2 میشه 2 ضرب در 2. منهای 3 مثبت منفی رادیکال 1 تقسیم بر 2 ضرب در 2. بچه ها یعنی مثبت 3 به علاوه منهای 1 تقسیم بر 4. آقا یه بار میشه 3 به علاوه 1 تقسیم بر 4 میشه 4 و مساوی 1. یه بار میشه 3 منهای 1 4 و مساوی 2 4 و مساوی 1 2. بچه های عزیز اینو رسی بزن بره داداش گلم.
نه یه لبشو برو، دوست داری برو یه دو فاکتور بگیر لبش دیگه بزن. من وظیفه برای شما بگم، شما که وظیفه رو باید سخت این لبش حل کنی، هرچند تو امتحان یه دونه از این بهتون دادم. درود بر شما، درود بر شما. آقا یه مسئله دیگه براتون حل کنم. فرض بفرمایید داشته باشی x دوم تقسیم بر دو منهای 3 دوم x به علاوه مثلا چند براتون بگم خدا رو خوش بیاد 2 مساوی 0. اینم یه منها کنم، منهای 2 مساوی 0. آقا من میخوام اینو حل کنم، میبینم اگر من بخوام بگم a مساوی 1 دوم، b مساوی منهای 3 دوم و سی مساوی منهای 2، آقا اشکم که در مشکم میشه، چیکار کنم؟ آفرین دانش آموز خوب چی میگه؟ میگه آقا، میگم جان آقا، میگه آقا بذار دستتو ببوسم، میگه آقا نمیخواد راه حل رو بدی، میگه آقا میشه من بیام اول کار یه دونه چند تو اینا ضرب کنم؟ چند؟ باری چلا دو ضرب کنم. وقتی دو ضرب کنی میشه x2 منهای 3 x منهای 4 مساوی 3. درو بر شما. آقا آ چنده؟ آ هست 1. داداش ب چنده؟ ب هست منهای 3. دایی سی چنده؟ سی هست منهای 4. آقا دلتا رو بزن، دلتا مساوی ب2 منهای 4 ای سی. درسته؟ پس نمنم ملکوت چیه؟ وسط درسم آقا اینجوری میاد توی چیز درسم آقا بگو چیه؟ چهار آ سه دلتا مساوی ب دو، یعنی نه منهای منهای سه به تمدن دو، چهاره ضرب در یک ضرب در منهای چهار، منفی در منفی مثبت، نه و شانزده میشه 25. الله اکبر، قدرت خدا رو ببینید. این که میگن انسان قابل بشره به خاطر همینه، منهای ب مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر دو آ. پس نتیجه میگیریم x1 و x2 مساوی منهای b، یعنی چی بچه ها؟ یعنی 3 مثبت منفی رادیکال 25 تقسیم بر 2 ضرب در 1 میشه 3 مثبت و منفی 5 تقسیم بر 2. دیگه جوابش شما در 3 و 5 8 تقسیم بر 2 4، 3 منهای و منهای 2 نسبت منهای. نه استاد بد میگم. چشم آقای شرمیری، قرار شدش که درس بدیم بعد، الان من تازه رسیدم تخته دهم، ما قرار شد 32 تا تخته بریم بعد سوال کنیم. جانم به راه شهمیری استاد شهمیری بفرمه دیگه، صدا رو باز کردم، بود عروسی بذار کنا بریم زیرون خودتون. الان قربان در خدمتون هستم، صدا تو این مدام سرم خورده است، بفرمه. الو آقا، میام چرا این همیشه مثبت منفیه؟ آقا عزیزم پسرم، اگه یادت باشه گفتم که آقای ابوریحان درونی نشست اینو در حالت کلی حل کرد. خب یه صفحه راه حل داره تا برسه به این فرمولا. شما فقط دو تا فرمول یاد بگیر. ابوریحان درونی بود دیگه، داخلی بود چی بود؟ فخشه فرود بودش اینو گفته دلتا مساوی به میتونیم آره هم عرصه باش کنم به دو منهای 4 آسه و x1 و x2 مساوی منهای به اونا اینو کش کردم، منم براتون حلش میکنم. اما تو الان جاشتیم بچه ها به هم میریزن، دیدی بعضی دنبال بانه میگردن لپتاپ رو ببندن بلندشن برم بگیرم بخوابن، اون کار اضافه است. بعد براتون توضیح میدم داستانش چه که چجوری به این دوتا فرمول رسیدن، ولی به اینجا رسیدن که این دوتا جواب داره. اوکی؟ بل عادت یه دونه در این دلتا برمانی نوشید حل کردن که این رو نفهم کردن. گفتیم اونا چون تقسیم برای دو دارن همه تو دو ضرب کردم شد x2 منهای 3 x منهای 4 مساوی 0. درسته؟ آ رو نوشتم 1، ب رو نوشتم منهای 3، c رو نوشتم منهای 4، دلتا رو گذاشتم به 2 منهای 4 و 3، همین ای بی سی رو گذاشتم داخلش شد 25 رو برای کار. هیچ کاری نکردم، اون قرمز رو آوردم حلش کردم. خواهشم. آه تخته چند بود؟ تخته ده بود؟ بله، تشکر از تذکر بجا و شایسته شما. x1 و x2 میشه منهای ب مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر دو.
این اینجا باشه. اینم تخته دیگه نوشتیم دیگه، دیگه علیون کم نمیاره. اینم کمش کنم از 11 منهای 1ش کنم که بشه تخته شماره 10. خوبه بریم تخته بعدی. آقای بدرقه بفرمه چا بدرقه بفرمه سلام عزیزم. نه دیگه الان وسط درس دیگه پسرم، مثل این میمونه که شما میخواستی ایستگاه قبلی پیاده شی، الان همه مسافرها میگردن تو توس دندرقب بگیرم، آخر سر گفتم یه دونه تختار میارم، یه دونه تختار براتون توضیح میدم، یه دونه عکس بگیرم فدات چند. اوکی؟ خب آقا جهان بعدش ایشالا میریم رو چشمم، آقا اشیاد رو چشمم، میریم قشنگ یه تخته یک میارم شعرها رو دوباره تخت میدم از همه اول براتون. خب ما چند تا روش تا حالا گفتیم بچه ها؟ چند تا روش؟ احسن، ما 4 تا روش براتون گفتیم. پس فعلا نتیجه گیری ما تا کنون 4 روش خدمتتان عرض کردیم. 1. گفتیم روش تجزیه کردن. 2. روش ریشه زوجگیری. 3. روش مربع کامل کردن. و 4 روشم روش دلتا. راجع به روش دلتا پیری من فرصت بشه رو چشمم میگم، چون اینا تو کتاب نیست نمیخوام درس رو حجمش کنم. اما بچه های عزیز پیشنهاد سراشپس راشه، من نقاشیم هم زیاد خوب نیست. آقای سراشپس چی میگه؟ آقای سراشپز میگه که بچه های عزیز برای حل کردن این مسائل بهترین کاری که این پیشمند ها زیر پوش نیستش، این سراشپز و پیشمند ها رو فکر نکنم که دستاشم برای بله کنم. این هم دست ساتور مثلا داشتن داره برمونه. پیشنهاد سراشپز اینه که بچه های عزیز الف اگر شد با تجزیه حل کنید حتما این کار را بکنید. اگه شد با تجزیه حل کنید حتما این کار را بکنید. تجزیه جمله مشترک مزدوج رو گلابی بزنیم بره پی کارش. اگر نشد فقط دلتا حل کنیم. آقا مربع کامل چی؟ اگه تو امتحان مجبورتون کرد یه دونه دادم. ریشه زوجگیری اگه تو امتحان مجبورتون کرد یه دونه دادم. از هر 4 تاش آماده باشین یکی دونه تو امتحان حل کنیم. بقیه روشات آقا کتاب نگفته، چیزی هم که کتاب نگه میره تو کلاس اضافه همون ایشالله. البته یه سری کلاس ها قرار شد داشته باشیم با هاتون که برای همین اموره. اونجا یه دستمال هم آویزون اینجا به سراش بزا این دستمال هم اینجا آویزون دست شدن سراش بزا این چی کشت. خب بچه های عزیز پس نتیجه گیری از بحث ما چیه؟ تا اینجای بازی که اومدیم خدمت شما عرض کردیم که توی 11 تا تخته‌ای که بهتون درس دادم شما به 4 تا روش یاد گرفتید که تجزیه رو حل کنید. درسته؟ بدا جان سر کلاس هم خدمتون زنگ میزنم. یاد گرفتیم به 4 تا روش تجزیه کردن رو ببخشید به دست آوردن ریشه معادله درجه 2 رو حل کنید. تجزیه کردن، ریشه زوجگیری، مربع کن، روش دلتا. توصیه سراشتاز اینه که اگه شد با تجزیه کردن فاکتور گیری، اتحاد مزدوج، جمله مشترک حل کنید، راه نداش فقط دلتا بزنید. اما بریم سراغ اما این تخته 11 تا تخته 32 چیزی نمونده. ایشالله به تخته 32 که برسیم درس رو تموم میکنم و میتونیم بریم استراحت کنیم. 2 روز گذشتی که خوردین خوابیدین و قراره ما براتون چیکار کنیم؟ جبران کنیم. 2 10 99
جان. اگر یک معادله با دلتا حل شود، سه نوع جواب میدم. یادتونه ما گفتید معادله درجه دو منتظر سه مدل جوابیم، یا دوتا یا یه دونه یا اصلا جواب نداریم. مثلا استاد ارادت داریم کوچیک شما آقا x2 منهای 6x منهای 4 مساوی 0. میگه آقا اینو با دلتا حل کن. میگه رو چشمم بذار یه ذره سخت‌ترش کنم، ما که داریم زحمتشو میکشیم. 6x2 منهای 2x منهای 1 مساوی 0. درست شد؟ آقا میگه با دلتا حل کنی رو چشمم، فامو میشه 3 بمون مساوی منهای 2 و سیمون مساوی منهای 1. خب آقا چیکار کنم؟ هیچ، خیلی راحت دلتا بزنیم، دلتا مساوی به 2 منهای 4 آسه. خب دلتا مساوی چند؟ منهای 2 به توان 2 منهای 4 برابر 3 ضرب در منهای 1. خب دیگه چی؟ میشه 4 به علاوه 4 3 تا 12 تا مساوی 16 تا. بعد دیگه چی؟ هیچی آقا، x1 و x2 مساوی منهای به مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر دو آه. چه جالب، جواب چی در میاد؟ x1 و x2 مساوی منهای به، یعنی 2 مثبت و منفی رادیکال 16 تقسیم بر دو آ، یعنی 2 ضرب در 3. آقا جواب تش چی میشه؟ میشه 2 به علاوه منهای 4 تقسیم بر 6، یعنی یه بار میشه 6 6 و مساوی 1، یه بار هم میشه منهای 2 6 و بله مساوی منهای 1 3. درست شد؟ خیلی خوب، خیلی خوب، عالی. زنگ چی پسرم که زنگ تفریح؟ نمیدونم زنگ کی میخوره بچه ها؟ برون زنگ کی باید بخوره؟ ها تموم شده، باش یه دقیقه بگم بعد بری آبچایی بزنی، 5 دقیقه تعطیلش شد. من برای خودتون میگم، وگرنه ببین زنگ گلو من خوش شده، من میخوام درستون به نتیجه برسونم. آقا اگه معادله به شما دادن x2 منهای 4x به علاوه 4 مساوی 0، میایم آ رو به دست میاریم، درود بر شما، آیه که بله، به چند میشه؟ به میشه منهای 4. آقا سی چند شد؟ سی هم شد 4، درسته؟ بله. دلتا چی میشه؟ دلتا میشه به 2 منهای 4 آسه. برو بریم، دلتا مساوی به 2 یعنی منهای 4 به توان 2 منهای 4 برابر 1 ضرب در 4، بعد میشه 16 منهای 16 مساوی 0. الله اکبر، قدرت خدا رو ببینید. اینجا وقتی مسئله رو حل کنیم x1 و x2 مساوی میشه با منفی به مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2 آ. جواب چی میده به ما؟ منفی به میده 4، منفی منفی 4 میشه 4، مثبت منفی رادیکال 0 تقسیم بر 2 ضرب در 1. آقا چرا جواب این فقط شد 2؟ گفتم بچه‌ها جواب این شد 2. چرا؟ چون دلتای شما شد 0. پس تا اینجا یه نکته یاد گرفتیم. آقا اگر دلتا بزرگتر از صفر باشه، یعنی مثبت باشه، منتظر چند تا جوابیم؟ دو تا جواب. احسن، باری کله به اونایی که تو خونه اینه روانی ها بلند داد میزنن و مخل آسایش دیگران میشن. اگر دلتا مساوی صفر باشیم یک جواب داریم، منتها اینجوری نمیگن، میگن ریشه مضاعف داریم. ریشه مضاعف به عربی مضاعف یعنی چی؟ دوتا. درست تکراری. یا بچه ها به فارسی بهش میگن دو ریشه چی داریم؟ مساوی داریم. پس وقتی یه دونه جواب داریم، یعنی نه اینکه یه دونه جواب داریم، یعنی دو تا جواب عین هم داریم، ما یکیشو نوشتیم. x2 منهای 4x به علاوه 4 جوابش میشه چند؟ جوابش میشه 2 و 2. ولی هیچ اسکولی نمیگه دو تا جواب داره 2 و 2، میگیم یه جواب مضاعف داریم. اگه بگیم دو تا ریشه مضاعف داریم، یعنی چند تا داریم؟ 4 تا. پس غلطه. میگیم یا دو ریشه مساوی داریم یا ریشه مضاعف داریم، یا بگیم یا یه جواب داره، همه میفهمن که شما چی کار کردیم. اما سومین داستان ما چیه بچه های گل؟ سومین داستان ما اینه که اگه من داشته باشم x2 منهای x به علاوه 5 مساوی 0
وقتی آ رو به دست میارم یک، وقتی بی رو به دست میارم منهای یک، و وقتی سی رو به دست میارم پنج، وقتی دلتا میزنم یعنی به دو منهای چار آسه میزنم، اینجا مساوی جا نداره بیارم اینجا میزنم، یه اتفاق عجیب غریب میفته، میشه منهای یک به توان دو، منهای چهار ضرب در یک ضرب در پنج، این بیست، این هم که شد یک، جواب میشه منفی 19. آقا مگه عدد منفی جذب داره؟ نه. پس هنگامی که دلتای شما کوچکتر از صفر شد، میگیم ریشه حقیقی نداری. مسئلتون آقا آیا ریشه دیگری داریم؟ بله، ریشه موهومی داریم یا ایمیج که تو دانشگاه میکنیم. خب بچه های عزیز، در تخته 12 به نیت 12 معصومی که داریم، اینجا درس رو فعلا نگه میداریم، بریم یه چایی بزنیم، شما هم یه چایی بزنیم چون تازه از خواب بیدار شدیم، و یه مروری بکنیم. ارزم بزرگ شما برمیگریم انشالله. دعانیم باید تعطیل میکرد. مرسی آقا برون از این که توضیحات کامل عرض میکنیم. نه نه، من مزاحم بچه ها نمیشم آقا، زیاد چون کلاس عزیز کشیدشون بیرون لطف کرد، من نمیخوام اذیتشون کنم. من تا نتونستم آقا بیشتر دوازده تخته درستم، چون تا 32 تخته داریم 20 مونده، 20 هم انشاءالله میریم. بله بچه های عزیز، خدمتتون عرض کنم که همه برن نونچایی بزنن، اونایی که دوست دارن از تخته ها عکس بگیرن یا سوال بپرسن، من در خدمتشون هستم. بله، یادتونم باشه همیشه وقتی که چای میریزین سه تا بریزین، وقتی دو تا بریزین و کسی چشمش دنبال چای، نه نه تشکر میکنم، لیوانم نیست، وقتی یکیش میریزه یعنی اون قسمت من بوده که الله استاد ما تو حوزه میبین چی میگو، خیلی جا قشن کنم. بچه ها بریم نونچایی بزنیم، من تختار یکی میرم عقب توضیح میدم، عکس میخوام بگیریم. آقایون در این به نام خدا در تخته شماره 12 عرض کردیم که اگر یه معادله رو به روش دلتا حل کنیم، سه تا اتفاق امکان داره بیافته، یا دلتا بزرگتر از صفر دو جواب داریم، یا دلتا مساوی صفر یک جواب داریم، یعنی ریشه مضاعف داریم، ریشه مضاعف متحد العلامه مختلف العلامه و ریشه المضاعفة الانسانية ایرانیا، و ریشه نداریم. این شد تخته 12، اسکرین رو زدیم، میرید تخته 11. در تخته 11 سرآشپز به شما پیشنهاد داد به جای تجزیه کردن ریشه زوجگیری مربع کام کردن روش دلتا، اگه شد با تجزیه حل کنیم، نشد با دلتا، اون دو تا دیگه رو بندازیم بره دور. درست شد؟ در تخته 10 خدمت شما چی عرض کردم؟ گفتم آقا اگه از روش دلتا بخوام حل کنیم، امکان داره به دو تا مشکل برخورد کنیم. یکی اینکه ضریبی که ما داریم، یعنی عددی که داریم، ضریب کسری داشته باشه، اول مثل بچه آدم مرتبش کنیم بعد حل کنیم. درست شد؟ در تخته 9 هم که ابتدای دلتا رو عرض کردم، گفتم الکسان گراهام بل و ابوریحان درونی این فرمول دلتا رو کشف کردن و باش مسئله حل کردن. در تخته شماره 8 خدمت شما عرض کردیم که اگر روش مربع کامل داری حل می‌کنی و ضریب داشت، ضریبش رو فاکتور می‌گیرین، شمیره نوشت چرا؟ یعنی پرسید چرا بعد اون بندازیم تو؟ گفتیم چون اون ولی صفر و حل کنی، یه دونه از این تو امتحان بهتون دادم. در تخته 7 خدمت شما عرض کردیم که آقا اگه خواستیم با روش مربع کامل حل کنیم و وسطی ضریبش تقسیم بر 2 نمی‌شد، نترسیم تقسیم بر 2 کنیم، 5 رو به توان 2 برسونیم الی آخر. در تخته 6 خدمت شما چی عرض کردیم؟ گفتیم با روش مربع کامل کردن یه مسیری که شما بعداً حد و پیوستگی و رفع ابهام کردن در سوالات حد و بعد ازش استفاده کنید به حساب یه. در تخته 5 خدمتون عرض کردم که آقا روش زوجگیری اگه همینجوری ریخته بود روی صفحه مثل 1 2 3 4 استفاده کنید، اگه مثل 5 بود برید سراغ روش‌های دیگه. و در تخته 4 خدمت شما عرض کردم که این سه روش، روش روسی اتحاد نوع اول دوم و در تخته 3 اتحاد مزدوج، فاکتور گیری، جمله مشترک، جمله مشترک چشمی، کار شما را میزده برای چی؟ برای حل معادلات درجه 2. پس من اگر از اول از رو تخته 1 درس دوباره براتون تکرار کنم، گفتم حل معادلات درجه 1 امکان داشت جواب داشته باشه یه جواب، یا بی شما یا نداشته باشه. بعد گفتم اگه معادله درجه 2 باشه چیکار می‌کنیم؟ تجزیه کردن، روش ریشه زوجگیری، روش مربع کامل کردن، روش دلتا دلتا گیری، روش جناب خوارزمی، روش آزمون خطا، روش رسم نمودار،
و روش های دیگر. راجع به روش های دیگر ساعت بعد براتون صحبت میکنم، حالشو ببری. یعنی یه مسئله رو ببینی بگی آقا این جوابش میشه این و این، باورتون نمیشه. اگه اینو تو امتحان بنویسین، حتی اگه گفته باشم از یه روش دیگه هم حل کنین، ازتون قبول میکنم. و اون روشی که تو کنکور هر سال میدن، هر سال امکان نداره کنکوری بدن این روش رو توش ندن. سپاسگزاری میکنم از همه عزیزان و دوستانی که از رباط کریم، قرچک، ورامین و جاهای دیگه در مجلس ما حاضر شدن. یه چایی بزنیم.